اعتبار هیچ وقت تو ظاهر نیست، خیلی سخت به دست میاد، خیلی زود از بین میره. ما باید حتما طوری معذرت‌خواهی بکنیم که اتفاقا اون بپذیره و در مرحله بعد جبران در حداقل زمان. You lead by example. بزرگترین لذت هر رهبری اینه که بتونه نسل رهبرای آینده رو تشکیل بده و تقویت بکنه. سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و با یک اپیزود دیگه از پادکست امیرفر قراره در خدمتتون باشیم و مثل همیشه یه موضوع جذاب و یک مهمون بسیار ارزنده. موضوعی که امروز خواهیم در موردش صحبت بکنیم در شکوهش و در بزرگیش هیچ شکی نیست و قشنگیش اینه که پیاده سازیش بسیار ساده است و میتونه تأثیر بزرگی تو زندگی شخصی و حرفه‌ایمون داشته باشه. برای این منظور مثل همیشه اومدم با یکی از دوستام دارم صحبت میکنم که نماد همین موضوعی که میخواییم با هم صحبت بکنیم، چون تو زندگی شخصیش و باز تو زندگی حرفش به بهترین نحو پیادش کرده و ما امروز میخواییم در مورد اعتبار صحبت بکنیم با دوست عزیزم آقای هانس دیوید روکس، مردی که بسیار معتبره، بسیار مورد احترامه، باز میگم تو زندگی شخصیش و در زندگی حرفش به عنوان مدیر سابق توسعه هایپر استار در ایران و غیر از اون کارهای بسیار بزرگ دیگه ای انجام داده. همیشه چه به عنوان یک بیزنسمن چه به عنوان یک مشاور رهبر کسب و کارش بوده، مورد احترام و جا داره که هم با هم بهش یک خوش آمد بگیم و بشیم ازش بهره ببریم، داستاناش رو بشنویم، دانشش رو با ما به اشتراک بذاره و کمک بکنه که حالمون بهتر باشه و بریم رو به چلو. هانس عزیزم سلام. سلام سلام سلام، مرسی از این که این فرصت رو بهم دادی و سلام به همگی. برای من که واسه افتخار. هانس، من همیشه هم خیلی دوستت داشتم و خیلی بهت احترام میذارم و خیلی خوشحالم بعد از مدت ها همدیگر دیدیم و وقتی که بعد از مدت ها همدیگر دیدیم من گفتم این بهترین فرصته با یک موضوع مرتبط با هم بشینیم صحبت بکنیم. بقیه هم همونقدر که من تا حالا از همصحبتی با هات لذت بردم و یاد گرفتم، این فرصت براشون مهیا بشه. مرسی، واقعا مرسی که خودت با این فرصت رو بهم دادی و ببینیم چی میشه. خب بیاین اینجوری با هم شروع بکنیم. موضوعی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم، همونطور که گفتم، در دل خودش بزرگی و ابهت داره. ما میخوایم در مورد اعتبار صحبت بکنیم و اعتبار چیزی با این اهمیت یک فرمول اجرایی بسیار بسیار ساده داره. اینکه حرف و عمل ما یکی باشه، حرمت کلام داشته باشیم و چیزی رو که بهش معتقدیم، چیزی که در موردش صحبت میکنیم، چیزی که باید بهش پایبند باشیم و بهش متعهد بمونیم. حالا فرمول اجرایی به این سادگی برای چیزی به این بزرگی تغییر شگفت انگیزی توی زندگی ما میتونه به وجود بیاره. اینکه ما حرفمون چقدر وزن داشته باشه، آدم ها چقدر ما رو مورد قبول در نظر میگیرن، چقدر بهمون اعتماد دارن و فرمول به این سادگی رو میخوایم با هانس در موردش صحبت بکنیم که چطوری توی زندگیمون جاری بکنیم، چه تو زندگی شخصیمون، ارتباطمون با بقیه و چه تو زندگی حرفه‌ایمون با توجه به سابقه فوق‌العاده کاری و حرفه‌ای هانس عزیز. من هانس صدا میکنم. همه هانس من. آره، فکر می‌کنم که اینجوری این رابطه دوستانه انقدر شکل گرفته که بقیه هم این دوستا تو محیط کاری هم همه هانس من صدا میکنن. بسیار عالی. خب ما می‌خوایم در مورد اعتبار صحبت کنیم، در مورد حرمت کلام، پایبندی به صحبتامون و تأثیر شگفت‌انگیزش روی زندگی. ما منتظریم تا داستاناتو بشنویم، تجربیات و دانشتو ازش بهره ببریم. این موضوع خیلی بزرگیه، خیلی وسیعیه و خیلی چیزی که جالبه اینه که این قضیه اعتبار خب توی محیط کاری از قدیم خیلی به کار میرفت. من یادمه که بچه که بودم همیشه مادرم بهم میگفتش که بزرگترین ثروت یک بیزنسمن اعتبارشه. من اینو همیشه میشنیدم، ولی اینی که چقدر مهمه و چقدر زود باید شروع کرد پیاده سازی این اعتبار رو تو زندگی خودش، این خیلی جالبه. چون اعتبار چیزی نیست که به دست میاد به همین راحتی، چیزیه که واقعا به مرور زمان سال بعد از سال ساخته میشه و از درون شروع میشه. قبل از اینکه بیرون تأثیرش رو ببینین و حس بکنین که اعتبار به دست آوردین، این اتفاق درونی شروع میشه. یک روزی، چون همه دنبالش نیستن اولا، ولی اونایی که دنبالشن یه روزی میفهمن که
اون چیزی که در درون من میگذره خیلی نباید متفاوت باشه با چیزی که در خارج من بروز داره میده. درسته کلمه بروز میده؟ بله کاملا. این شروع مسیر طولانی اعتبار سازیه که یه عمر طول میکشه اعتبار سازی، واقعا چیزی نیست که یه سال راه بیفته. من برای من به شخصه اینجوری شروع شد که یه روزی به خودم گفتم که اوکی، اون چیزایی که اعتقادات درونی من، اون چیزی که واقعا درونن بهش پایبندم، فرق آنچنانی با اون چیزی که در بیرون نشون داده میشه نباید داشته باشه. به نظر خیلی معمولی و ساده میاد، ولی واقعیتش اینه که اکثریت جامعه اصولا یه اتفاقایی داخل میفته، ولی عادت کردیم یک ظاهری از خودمون بسازیم که فکر میکنیم جامعه دوست داره اون ظاهر ما رو ببینه. یه سری چیزایی که خودمون با نسبت به خودمون باش راحت نیستیم و میایم حل میکنیم، آرایشش میکنیم یه جورایی و یه جور دیگه خودمون رو نمود میدیم. شروع اعتبار سازی اینه که گپ بین درون و بیرون خیلی کم باشه، و هر چقدر این گپ کمتر بشه شما به صورت طبیعی معتبر میشی، چون وقتی که یه حرفی میزنی حرفت حرفه، در درونت هم اون حرف و اعتقاد داری نسبت بهش، و در بیرونت وقتی که حرف میزنی اون حرفه یه بار واقعی داره. ولی خب این مرحله یکشه، داخل مرحله یکشه، باید از شروع اینجوری باید شروع بشه. میدونی همونطور که بهش اشاره کردی، این اعتباره یه چیزیه که کاملا باید ساخته بشه، و مثل تمام چیزهای با ارزش دیگه ساختنش زحمت داره و زمان میبره برای اینکه بهش برسی، و از دست دادنش خیلی سریع میتونه اتفاقا رخ بده. ما توی دنیای زندگی میکنیم که شبکه‌های اجتماعی ما رو احاطه کرده و خیلی ها میتونن بیان چیزی رو بروز بدن، یعنی این فرصت هست که تو بیای در مورد مسائل مختلف صحبت بکنی. این خیلی خوبه، ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم، تو میتونی از این فرصت استفاده بکنی برای رشد. ولی یه خطری اینجا وجود داره، اونجایی که اعتبارت کاملا در معرض تهدید قرار داره، یعنی موقعی که چیزایی که میگی خودت نیستی. بعضی وقتا از پشت قاب گوشی میتونه آدم ها یه سری چیزها رو عنوان بکنن، ولی خیلی وقتا تو با آدم ها روبرو میشی و میبینی که اون چیزی که میگن نیستن، و میبینی که در لحظه باطنشون اگه نخونه با چیزی که دارن میگن خیلی سریع مشخص میشه. این که مثلا آدم ها بیان در مورد کسب و کار صحبت بکنن در حالی که خودشون چیز رو اجرا نکنن، وقتی باهاش روبرو میشی اون اعتبار از بین میره. در مورد مثلا توسعه فردی صحبت میکنی، ولی مثلا فرضاً به ابتدایی ترین اصول توسعه فردی خودت در دنیای واقعی متعهد نیستی، اون اعتبار رو در جا از بین بردی، و همونطور که خیلی سخته اینو بسازی آدم باید حواسشون باشه به راحتی هم میتونن از دستش بدن. اتفاقا فکر میکنم از دست دادنش خیلی 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 به مراتب سریع تره. اعتبار سازی یه چیزیه که چون ببین اعتبار رو خب اعتبارت بیایم رو اصلا قضیه اعتبار رو ببینیم. اعتبار چیزی نیست که شخص خودت برای خودت داره میسازه، اعتبار اون برداشت بیرونیه، بقیه به تو میدنش، بقیه به تو میدنش، یعنی تو هیچ کاری این وسط. تو کاری که میتونی بکنی اینه که به همونطوری گفتم یه سری مسائل رو الاین بکنی، کاری بکنی که واقعا محورات ثابت باشن، جدی باشن، قابل لمس باشن، قابل کنترل باشن، که دیگران هم ببینن که تو پایبندی به محورهای اصلی زندگیت. ولی نهایتا اون فرد بیرونیه و اون جامعه است که اون اعتبار رو به تو میده. خب مسلما خیلی طول میکشه تا به خودش اون جامعه به خودش بگه که نه این آدم حرفش حرفه، کارش رو وقتی که در مورد یه کار صحبت میکنه قبلش تجربه کرده، دروغی نمیگه، سعی نمیکنه بزرگ بکنه خودش رو، برای شخص خودش نیست که این حرف رو میزنه، بنابراین اعتبار براش قائلیم. این مرحله خیلی طولانیه، ولی مرحله برعکسش که بخواد به خاطر یه خطا اعتبارت از بین بره، اعتبارت یه شبه از بین میره، در آنی از بین میره، لحظه ای از بین میره. این فرجیلیتی این اعتبار دقیقا تو اینه، این حساسیتش تو اینه که، و فکر کنم دلیلی هم که اینقدر ارزش داره به همینه، خیلی سخت به دست میاد، خیلی زود از بین میره.
و موقعی که شما اعتبار داری، آدما حرف تو بهش توجه میکنن، حرفت اصطلاحا قدرت نفوذ داره، وزن داره. و اگه تو اعتبار نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ همیشه مورد سوء برداشت قرار میگیری. یعنی آدما خیلی مهم نیستش که پیامی که یه نفر انتقال میده چیه، مهم اینه که کی داره اون پیامو انتقال میده و این تأثیری که اعتبار داره روی این که یه پیامو تو بخوای دریافت کنی از کسی خیلی زیاده. خیلی جالبه، مثلا تلفن بهت زده میشه که شماره میفته که خیلی برات مفهوم نداره، اعتباری به اون خط نمیتونی براش در نظر بگیری، شاید جواب ندی، یا وقتی گوشی رو برمیداری اگر اون چیزی که مد نظرت نشنوی در جا قطعش میکنی. این در حالیه که وقتی یه چیزی که یه تصوری از اعتبار برات داره، یه نفر که بهت زنگ میزنه که تو براش احترامی قائلی، به واسطه فعالیت‌های قدیمش، به واسطه اینکه چیزایی که در طول زمان گفته رفته پیاده سازیش کرده، تو حرف این آدم‌ها رو حتما بهش توجه می‌کنی و این تفاوت بسیار بزرگی رو توی زندگی می‌تونه رقم بزنه. تو فرهنگ ما هم هست، به خصوص فرهنگ کوچه و بازار، این که یه نفر بزرگ میشه، یه نفر ریش سفید میشه، یه نفر کاسب مورد اعتماد معتبر میشه، معتبر میشه، از اونجایی شکل گرفته که حرفایی که زده رو بهش عمل کرده، و وقتی اینو نداشته باشی خیلی اوضاعت خرابه. دقیقا. حالا چیزی که جالبه اینه که توی جامعه ما، البته فقط تو جامعه ما نیست، تو دنیا مخصوصا با ورود این سوشال میدیا ها، این قضیه خیلی بیشتر هم شده. یه سری میان فکر میکنن که اعتبار یک چیز ظاهریه و خب میان روی ظاهراشون کار میکنن، میان روی یه سری کلمه های یاد گرفته شده کار میکنن، روی لباس کار میکنن، روی آرایش خاص کار میکنن، روی بیشتر این مسائل خیلی سطحی کار میکنن و فکر میکنن که اعتبار توی اونه. اصولا هم این اشتباه جوون هسته، آدمایی که خیلی جوون هستن فکر میکنن که اعتبار یعنی یه ظاهر خاص داشته باشم، یه لباس خاصی پوشیده باشم، یه ساعت خاصی زده باشم به دستم، این اعتبار بهم میده. همچین چیزی نیست. اعتبار هیچ وقت تو ظاهر نیست. افرادی هستن که واقعا وقتی که نگاهشون میکنین هیچ چیز خاصی ندارن، یه پیرهن خیلی ساده پوشیدن، هیچی ندارن، ولی به اندازه ای اعتبار دارن که اکثریت جامعه دنیا حاضر بشینه جلوی این آدما و فقط ساعت‌ها گوش بده بهشون. این فرق ظاهر و درون هم خیلی مهمه که مخصوصا شنونده های جوان که میشنون این بتونن این تشخیص رو داشته باشن که اعتبار واقعا ظاهری نیست، اعتبار درونیه، اعتبار چیزیه که اعتبار واقعی رو تو نگاه دیگران میشه دید در خصوص یه نفر. یعنی که اگه من میخوام بدونم امیر حسین چقدر اعتبار داره، من یه نظری دارم، ولی اعتبار امیر حسین فرزانه رو تو امیر حسین فرزانه نمیبینم، تو نگاه جامعه‌ای که دور امیر حسین فرزانه هستن میبینم اون اعتبار رو. اونا هستن که به من وزن اعتبار رو میدن، نرخ اعتبار ایشون رو میدن، نه برعکس. میخوام تعریف کنم که قرار دو تا موضوع جدی رو الان بکشیم وسط و در موردش صحبت بکنیم، یعنی بقیه در موردش یه آمادگی ذهنی داشته باشن. یکی این که همش داریم تعریف می‌کنیم که اعتبار از عملکرد گذشته ما میاد، اینکه چقدر به چیزایی که گفتیم پایبند بودیم، ولی برای همه پیش میاد که یه موقعی یه اتفاقی میفته که حرفشون رو مجبورن زیر سوال ببرن، یعنی اون عهدی که بستن رو مجبور باشن که زیر پا بذارن. برای همه تو زندگی پیش اومده، چیکار باید بکنیم که این اعتبار خدشه‌دار نشه؟ یکی این موضوع که حتما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، این آمادگی ذهنی آدم‌ها داشته باشن بهش یکم بهش فکر بکنن تو این فرصتی که با هم داریم. یه موضوع مهم دیگه هستش که فرق اعتبار با صلاحیت چیه. یعنی یه موقعی هستش که ما در مورد یه چیزی داریم صحبت می‌کنیم، حالا انگلیسیش کلمه کامپیتنسی رو داریم در برابر اون اعتباری که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. این دو تا با هم فرق داره ها. یعنی مثلا یه موقع هستش که تو به یکی میگی یه وزنه رو بلند کن، تو میبینی این آدمه توانمندی ها رو توش میبینی، صلاحیتش رو داره، میبینی مثلا قد و هیکل و بازو و سابقه و ورزش و ایناش، اینه که تو میگی این وزنه رو این میتونه برداره. ولی اگه بهش گفتی اینو بردار که کارمون را بیفته، این که مطمئن باشی این کار رو انجام میده، این از اعتبار و عملکرد گذشتش بده. این تو خیلی با هم فرق داره، خیلی فرق میکنه. من اتفاقا داشتی اینو تعریف میکردی، یاد یه تجربه شخصی خودم افتادم، قضیه خیلی قدیمیه، مال چند دهه پیشه. توی سری جلساتی با یه دولتی، من با یه تیم مهندس بودیم، من مهندس نبودم،
پروژه صرفا مهندسی بود و پروژه خیلی سنگینی بود. کامپتنسی رو تیم مهندسایی که همراه من بودن داشتن، ولی نهایتا تو مذاکره اون وزرای روبروی ما توی مذاکره میخواستن با من صحبت بکنن چون اعتبار رو تو من میدیدن. کامپتنسی اون ور بود، ولی کامپتنسیه فقط برای کامپتنسیه اونجا بود که فقط ریشورشون کنه روی سری نکات خیلی خاص فنیه، خیلی محدود. اصل قضیه این بود که چقدر میتونیم با هم استراتژیکلی میتونیم با هم کار کنیم، چقدر میتونیم به هم اطمینان داشته باشیم. اون رفت یه دفعه روی موج کاملا اعتبار. و بعض وقتا شما میتونین کامپتنت نباشین توی فیلدی، ولی به اندازه کافی اعتبار داشته باشین خیلی موفق باشین. این خیلی جاذبه اعتبار اینه، یکی از بزرگترین حسنای اعتبار اینه که شما بعض وقتا اون کامپتنسی رو نداری، ولی چون اعتبار داری افراد حاضرن روت بت بکنن، رو چرت ببندن، بگن نه این با اینکه این کار خاص، این کامپتنسی خاص رو نداره، ما انقدر بهش اطمینان داریم که فکر میکنیم اون کامپتنسیه یا میتونه جبران بشه، ولی خیلی واجب دیگه نیست. این خیلی قشنگ و باشکوه نیست؟ خیلی. میدونی من خودم میذارم تو موقعیت این که روبروی کسی هست که میخوای در موردش تصمیم بگیری که آیا باهاش کاری رو انجام بدی یا نه. تو این موقعیتی که داشتی در موردش صحبت میکردی با این گروه مهندسین، من اون گروهی هم که روبروی شما نشسته و میخواد یک کاری رو با شما انجام بده، عقد قراردادی باشه، پیمانی باشه برای انجام یه پروژه. یه بخشش خیلی خوبه که تو ببینی که این آدما توامندی انجام این کارا رو دارن. میری مثلا نگاه می‌کنی لینکدینش رو نگاه می‌کنی، میری می‌بینی مثلا نسبت به اتفاقاتی که امروز افتاده که این آدما چه کاری انجام دادن، دیپلمش چیه، چه درسی خونده، دقیقاً چقدر پروژه تحویل داده. ولی اتفاق زمانی میفته که تو با خود میگی این کار منو ادامه میده، آیا وسط کار ول نمیکنه بره، آیا غیر از این که توامند صلاحیتشو داره من میتونم رو این آدم حساب بکنم یا نه. و این اعتبار شکوه این اتفاق رو رقم میزنه. دقیقاً اعتبار است که درایور کارهای بزرگ اعتباره، اون موتور کارهای بزرگ همیشه اعتبار بوده. من فکر نکنم هیچ کار بزرگی اتفاق افتاده باشه هیچ جای دنیا که لاقل توی اون کار یکی دو نفره خیلی معتبر نبوده باشن. حالا ما هی داریم در مورد این موضوعی به این مهمی صحبت میکنیم، این همه عواقب میتونه داشته باشه، این همه فرصت میتونه خلق بکنه، همش از یه چیز بسیار ساده میاد، وفای به عهد. یعنی تو حرفی که میزنی بهش عمل میکنی، تو چیزایی که میگی با کاری که انجام میدی اینا شبیه به هم دیگه هست. من فکر کنم یکم تازه فراتر از اینم هست، فقط این نیست. اون نیت خیر خیلی مهمه توش. تو میتونی ببین وفا داشته باشی به عملت، به عمل کردت، ولی نیتت خیر نباشه، خب اون اعتبار برات نمیاره، یا اعتبار منفی شاید میاره، نمیدونم. دارت ویدر میشی دیگه. ولی اگر بخوای اعتبار بسازی، باید همزمانی که وفا داشته باشی به حرفت، باید همزمان نیتت خیلی خیر باشه. چون اون نیت خیره هم واقعا جز به شرطهای اصلی به وجود به دست آوردن یه اعتباره. من کسی رو نمیشناسم که خیلی معتبر باشه و که آدمی نباشه که در طی زندگیش همیشه با یه نیت خیر مثبت سعی کرده باشه کاراشو تلاش بکنه، کاراشو انجام بده. اعتبار اصولا یه چیز مثبتیه، منفی نیست. برای من فکر کنم این قضیه هم خیلی مهمه این وسط. شاید اینجوری بتونیم تعبیرش بکنیم که برای کسب اعتبار تو غیر از اینکه باید به کلام خودت متعهد باشی، باید به چیزی فراتر از خودت هم متعهد باشی. بله. یعنی موضوع فقط خودت نیستی، به بیرون خودت نیستی. هم باید متعهد دقیقاً. باشی. دقیقاً. به تأثیر مثبتی که روی جامعت میذاری باید معتبر باشی و باید اعتقاد داشته باشی بهش. این موضوع رو حالا میخوام دوباره بگم، بعدش میخوام که ازت خواهش کنم در موردش صحبت بکنیم، چون وقتی تو فضای کسب و کار هستی اینا خیلی بیشتر کار میکنه. داره. تو وقتی موقعیت رهبری داری، بچه‌هایی که پیشت هستن و بهت اعتماد دارن و تو رو ازت پیروی میکنن برای اینکه یک اتفاقی رقم بخوره، اینا اونجا خیلی کار میکنه. اصلا دوست دارم بریم حتما به این بپردازیم، ولی الان میخوام یه چیز خیلی مهم بپردازم، اونم اینه که ما هی داریم در مورد اهمیت وفای به عهد
حرمت کلام داریم صحبت میکنیم، ولی همه ما میدونیم توی زندگیمون اتفاقایی میفته که یه وقتایی یه عهد و پیمانی بستیم نمیتونیم بهش پایبند باشیم. حتما هممون تجربهش کردیم، یه موقعی هست یه حرفی رو زدیم نمیتونیم همونو عملیاتیش بکنیم، تجربه شده. توی اینجور موقعیت ها باید چی کار انجام بدیم و اینکه توی یه همچین فضایی میتونیم یه کاری بکنیم که نه تنها اعتبارمون نابود نشه، خدشه دار نشه، خیلی وقتا این باعث میشه اعتبار ما بیشتر هم بشه. ما هم میگیم که تو باید به حرفت عمل بکنی، ولی اگر نکردی هم فرصتی برای بهبود شرایط هست. اونم اینه که آدما باید یاد بگیرن در این موقعیت معذرت خواهی بکنن و جبران بکنن. دو تا چیز اساسی وقتی که نمیتونی پای حرفت وایسی پیش میاد، باید معذرت خواهی بکنی و باید در اسرع وقت جبرانش بکنی. و معذرت خواهید نباید یه معذرت خواهی خشک و خالی باشه، واقعا باید عمیق باشه و باید دقیقا طرف مقابلت حس بکنه که خیلی خالص باید باشه این عذرخواهی. هر چقدر خالص‌تر باشه اعتبار کمتر خشه داره میشه. و بعدش هم دقیقا همونطوری که گفتی باید جبران کرد، باید نشون داد که اوکی یه جای کار من نبودم برات یا پشتتو خالی کردم، ولی الان 10 برابر خواهم بود. اون موقع هم اگه نکردم خواسته خودم نبود، شرایط منو وادار کرد که بیفتم توی این. خیلی قشنگ. اولا معذرت خواهی باید طوری باشه که طرف مقابل که ضرر کرده از عدم اجرای اون عمل، وقتی که ما گفتیم کاری رو انجام میدیم و انجام ندادیم، حتما یه نفر ضرر کرده. بله. ما باید حتما طوری معذرت خواهی بکنیم که اتفاقا اون بپذیره. وقتی اون بپذیره معذرت خواهی شکل گرفته و در مرحله بعد جبران در حداقل زمان طوری که ضرر اون آدم جبران بشه و حتی نه تنها ضرر کسی دیگر رو جبران کردیم، یه فایده بیشتری هم بهش برسونیم. این اون چیزی که یه موقعهایی برای ما نه تنها بار منفی نداره، میتونه مثبت داشته باشه. ما تو کار خیلی برامون پیش میاد. یه موقعی از گفتیم آقا ما یه سرویسی رو در فلان تاریخ به شما میدیم، یه موقعی یه چیزی رو ما فروختیم، گفتیم که ما این قراره که یه همچین عمل کردی داشته باشه، در تاریخ مشخصی قرار بوده من این کالا رو به شما برسونم و الان این اتفاق نیفتاده به دلایل متنوع که میتونه این رخ بده. معذرت خواهی و جبرانش و اینکه یه کاری بیشتر بری انجام بدی، یه وقتایی تاثیر شگفت انگیزی رو آدم ها داره. کاملا موافقم و این تو تمام شاخه های کاری این قابل اجراست، تو تمام لول ها قابل اجراست، چه شما توی یه بیزنس خیلی کوچیک باشین، چه توی یه بیزنس خانوادگی باشین، چه مثلا یه پیمانکار خیلی بزرگ باشین، چه یه کارفرمای خیلی بزرگ باشین که مثلا تیمای آنچنان داره، این کاملا قابل اجراست. شما به یه نفر یه قولی میدین نمیشه، یه کاری قرار بود بهش بدین نشد، واقعا میخواستین بهش بدین واقعا نشد، باید به دلایل این کار رو میدادین به یه نفر دیگه، خب میتونین چند وقت دیگه بهش به جای اینکه همون کار رو دوباره بدین دو تا کار بهش بدین یا دو تا کار کوچیک‌تر بدین، ولی که تأثیر مثبتش روی شاید تأثیر مالیش براش کمتر باشه اون شخص، ولی دو تا کاری بهش بدین که از لحاظ دقیقاً اعتبار کاری براش خیلی ارزش افزودهش خیلی بیشتر هم باشه. حتما همه چی مالی نیست، میگم اون ارزش افزوده هم این وسط میتونه خیلی کمک بکنه. ولی آره موافقم، واقعا عذرخواهی و سری جبران کردن این خیلی مهمه. این میتونه تو روابط شخصیمون باشه، میتونه تو روابط حرفه‌ایمون باشه، حتی تو روابط خانوادگی، تو تمام لایه‌های روابط. این جالبیش اینه که اعتبار، ما همیشه اعتبار رو فکر میکنیم که حتما بیزنسه یا بیرونه اونجا، ولی اعتبار تو همه چیه و تمام چرخه‌هایی که دور این سیستم اعتبار میچرخه تو همه لایه‌های زندگیمون هست، تو خانوادهمون هم همینطور. شما به عجد به پارتنر زندگیتون، همسرتون یا بچه‌هاتون وقتی که یه حرفی میزنین باید پایبند اون حرف باشین، وقتی که اتفاقی میفته باید عذرخواهی بکنین اگه ناراحت کردین یکی از اعضای خانوادتون رو و باید جبران بکنین. این تو خانواده خیلی برای همه خیلی طبیعی تر به نظر میاد. خب این همون سیستم رو باید همه جا پیاده کرد، تو همه لایه‌های زندگیش پیاده کرد. ببین اینا خیلی قشنگه ها، ولی بعضی وقتا یه پیش‌فرضی تو ذهن آدما هست که جلوگیری میکنه. مثلا منی که پدرم که نباید، پدرم دلم خواسته کاری، اون ایگو دیگه، اینا با هم فرق داره. و اتفاقا ایگو، من فکر کنم ایگو یکی از بزرگترین مانع های اعتباره. کسی که ایگو بیش از حد داشته باشه نمیتونه معتبر بشه.
اون میخواد منم منمشو بندازه جلو. کسی که تو منم منمه اعتبار نداره. اعتبار با اعتبار... ترس فرق داره ها. آره دقیقاً اون برجا اعتبار توی من داشت... قبلش هم گفتم دیگه، با ظاهر آدم اعتبار نمیسازه. کسی که توی من هست همش فقط تو ظاهرشه، فقط توی اینی که حرف خودش باشه، آدم معتبری نمیتونه باشه. آدم معتبر اتفاقا یه آدم خیلی افتاده است. هر چقدر افتاده تر باشه اعتبارش بالاتره. کسی که اعتبار زیاد داره نیاز نداره چیزی به کسی ثابت بکنه. من میتونم مثالای بزرگ براش بزنم. ببین این تو فضای کسب و کار تفاوت بین رئیس و رهبر رو شکل میده. رئیس میتونه تو رو اخراج بکنه، میتونه تو رو توقیف بکنه، میتونه رئیس تو رو با قلدری و زور. رهبر چی کار؟ رهبر حالا کلمش به انگلیسی میاد you inspire. Inspire inspiration چی میشه به فارسی؟ الهام بخشی. الهام باید ببخشی به تیمات و... تو رهبری باید الهام بخشی. رئیس که هستی باید دستور پارس بکنی به مردم. که اون جواب نمیده. اصولا پارس کردن دستور هیچ وقت جواب خیلی طولانی مدتی نمیده. ما ابعاد کوچیکش رو داریم صحبت می‌کنیم تو زندگی‌های شخصیمون، تو کسب و کار خودمون. تو ابعاد بزرگ نگاه بکنین، یکی میشه مثلا ماندلا، یکی میشه گاندی. اینا مگه قدرتی داشتن؟ اینا الهام بخش بودن و رهبری کردن اتفاقای بزرگی تو دنیا رو دیگه. و اینا از همش از اعتبارشون اومده که آدم ها اومدن پیرویشون کردن. حالا ما چون همیشه غیر از توسعه فردی به توسعه کسب و کارم پرداختیم و با توجه به تجربیات فوق‌العاده کاری که تو داشتی، من فکر کنم که به کسایی که میشنن حرفای ما رو گوش میدن خیلی راه‌های خوبی میتونی بدی واسه اینکه آدم ها چطوری توی کار اینو پیاده سازی بکنن. چی کار بکنی که همکارات تو براشون معتبر باشی و تو رو پیروی بکنن و بازدهی کار، بازه یه کسب و کار بره بالاتر و بالاتر در محیطی که آدم ها دوست دارن اون کار رو انجام بدن؟ چون ممکنه یه رئیسی هم بتونه اینا رو پیاده سازی بکنه، ولی رئیسه، ما الان داریم در مورد رهبری و اعتبار و پیروی کردن از آدم ها صحبت میکنیم. این نمیدونم اگه جواب خیلی شسته رفتهی برای همچین موضوعی داشته باشم، چون خیلی خیلی وسیعه این قضیه. توی محیط کار و توی تیم لیدرشپ برای اینکه بتونه آدم این اعتبارش رو جا بندازه، اولین چیز فکر کنم اینه که دقیقاً یه مقدار آدم افتاده باشه. این فکر کنم خیلی شرطه. این هیومیلیتی که باید آدم داشته باشه، هیومیلیتی همین فکر کنم افتاده فروتنی که باید آدم داشته باشه خیلی واجبه. ولی بعدش دیسیپلین خیلی بالایی هم. این یه چیزی که اتفاقا در موردش صحبت نکردیم، دیسیپلین رو این وسط کاملا فراموشش کردیم. اصولا هیچ آدمی آدم معتبری من تا به امروز من نشناختم که یک دیسیپلین خیلی عجیب غریب تو زندگیش نداشته بوده. و این دیسیپلین دقیقا همین صحبتایی که کردیم، کلمه‌ای که میاد بهش اینه که تو وقتی که حرف میزنی پای حرفت باشی، وقتی که قول میدی پای قولت باشی، وقتی که و از چیزای خیلی کوچیک شروع میشه که حالا خیلی جالبه من اینو الان بگم. خیلی‌ها میگن برو بابا تو تهران که همچین چیزی نمیشه. وقت شناسی، سر ساعت رسیدن یه جای. من خب تو شهر تهرانیم، هممون اینجا زندگی میکنیم، همه با این ترافیک‌های وحشتناک درگیر میشن. تهران نیم ساعت تاخیر عادیه. برای من نیم ساعت تاخیر عادی نیست. من توی کل زندگی شغلیم واقعا فکر نکنم بیشتر از 4-5 بار با نیم ساعت تاخیر رسیده باشم. و اصولا سعی کردم سر ساعت برسم و حتی یکم زودتر برسم که سر ساعت زنگ بزنم. تو هم اتفاقا امروز همین کارو کردی. اینا دیسیپلین های خیلی کوچیکه که به اعتبار آدم هی اضافه میکنه. ولی اعتبار مثل یه ورزش دیگه. تو باید دیسیپلین داشته باشی، باید این عضلات رو تقویت بکنی، باید یه فرکانسی باشه، باید به علاوه به فرکانس باید اون حجم باشه، باید اون سختیه باشه. اعتبار هم همینه. اون دیسیپلینه رو میخواد که یه سری شرایطی برای خودت بذاری که شاید خیلی راحت نباشه. توی تیم لیدرشپ چرا یه لیدر میشه لیدر و یه رئیس میشه یه رئیس؟ چی لیدر رو جدا میکنه از رئیس؟ بله خب یک اعتبارش قبول دارم، ولی چرا؟
دلیلش اینه که یه سری چیزای سخت و اون حاضر تقبل بکنه که یه رئیس حاضر نیست تقبل بکنه. رئیس میگه چون من رئیس هستم این سختی ها مال من نیست، شما برین این کارا رو بکنین، من خودم رو بیارم پایین در این لول و بخوام این سختی رو بکشم. لیدر این کارو نمیکنه. لیدر میگه که من این کارا رو میکنم، قرار نیست همیشه این کارا رو بکنم، ولی من این کارا رو یکی دو بار براتون میکنم، شما ببینید من میتونم این کارو بکنم. و بعدش انتظار دارم که شما هم، اگر من این کارو دارم میکنم، انتظار دارم که تک تک شما هم باید همین کارا رو بتونید بکنید. You lead by example. اول نمونه رو میدی بهشون، بعد به تیمات، بعد ازشون انتظار داری که یه کار انجام بدن، نه اینکه فقط دستور پارس بکنی. چی به انگلیسی میگن do as I say don't do as I do. کاری که من میکنم اون نکن، کاری که من میگم رو بکنم. اون خیلی دقیقا این اون چیزیه که اعتبار رو خشدار میکنه و خیلی سریع از بین میبردش. این که فوق‌العاده است. من همینطور داشتی صحبت میکردی چند تا نکته دیگه هم اومد تو ذهنم، داشتم با خودم فکر میکردم که من میتونم اینا رو دونه دونه بهش اشاره بکنم، تو تجربتتو بذاری روش و آدم ها ازش یاد بگیرن. دقیقا همینطور. ببین ما وقتی داریم در مورد رهبری صحبت میکنیم و تفاوتش با ریاست، شاید جفتش اتفاق بیفته، قطعا در فضای رهبری حس و حال قشنگ تریه، بهره وری بسیار بالاتره و منابع کمتری خرج میشه. خب مسلمه، چون آدما دوست دارن برای رهبری کاری انجام بدن به اعتبار رهبر. حالا چه اتفاقی میفته وقتی داری میگی که روی کار تیمی داری تاکید میکنی؟ این یکی از مهمترین بخشاشه، این که آدمی که داره این کار رو انجام میده، آدما باور دارن که اون خودش میتونه این کار رو انجام بده و یه آدمیه که توامنده، آدمی که همیشه بعضی وقتا یه اشتباهی رخ میده، آدما خودشونو، کسایی که در جایگاه رهبر اصلا نمیرن خودشونو بروز بکنن، روی بال کارهای قبلیشون قرار میگیرن، یعنی میرن در فضایی که یه سری کارا رو قبلا انجام دادن، اینو کم کم اون اعتبار رو کم میکنه. یعنی تو وقتی تو این فضا هستی هی باید همیشه خودتو به روز نگه داری. من یادم این برمیگرده به یکی از پادکستات با علیرضا بی‌طرفان که دقیقا در این به روز موندن چقدر واجبه. نه اینی که به روز بمونی با اینی که بخوای طرز فکر دیگران رو بخوای یاد بگیری و همونو تکرار بکنی، ولی اینی که تجربه دیگران رو بگیری که خودتو بتونی پوینت آف ویو خودتو هر روز به صورت دقیق تر بدی. ناره یه عامل خیلی مهم هستش که من مطمئنم این کارو زیاد انجام دادی، دوست دارم در موردش صحبت بکنیم. میدونی کسی که اعتبار بهش داده شده که در جایگاه رهبری قرار بگیره یه سری وظایف داره. رهبر برای سازمان خیلی کار نمیکنه، برای آدمایی که همراهیش میکنن داره کار میکنه، بیشتر برای تیمش برای منافع جمع داره کار میکنه. و یه چیزی که همیشه رهبر رو متمایز میکنه اینه که کمک میکنه به رشد بقیه. من مطمئنم این کار رو خیلی انجام میده. یعنی وقتی تو به عنوان یک اصلا فکر کنم که بزرگترین لذت هر رهبری اینه که بتونه نسل رهبرای آینده رو تشکیل بده و تقویت بکنه. من کوچکترین رهبری رو نمیشناسم توی این دنیا که یکی از بزرگترین لذت‌های زندگیش این باشه که نسل‌های آینده رو گروم بکنه، تشکیل بده، کمک بکنه. یه چیز کاملا عادیه. رشد اطرافیانتو ببینی و دلیلی باشی براش. 100% داره. نه اصلا یکی از انگیزه‌های اولیه است. یعنی غالب بر همه چیه، بعد بقیه چیزا میاد. رهبری هیچ وقت یه بازی تنها نیست و اون کسی که به اندازه کافی زحمت کشیده یه عمر که برای خودشون اعتبار رو ساخته، اعتبار یک چیز سولو نیست، اگو نیست. اتفاقا من از اول گفتم اعتبار باید جدا کرد از اگو. کسی که اگوی خیلی بیش از حد داشته باشه اعتبار نمیتونه داشته باشه. کسی هم که اگو نداشته باشه اتوماتیکوار دوست داره شیر بکنه. یعنی باید این قضیه چیزی نیست که باید بمونه، یه چیزیه که میخواد واگذار بکنه و میخواد که واقعا. من میدونم که توی زندگی کاریم همیشه این جرقه رو دیدن که روشن میشه تو چشه یه سری افراد موقعی که داری باشون کار میکنی و یه دفعه میبینی که این پتانسیل اینو داره که یه روز رهبر یه تیم بشه و بتونه همین کارا رو بکنه و بتونه pass it forward, pay it forward همونجور که میگفتن این کار رو ادامه بده. خیلی قشنگ،
خیلی قشنگه، واقعا لذت داره یکی از بزرگترین رشد اطرافیانت. من بزرگترین لذت هر رهبری. یه عامل دیگه هم الان داشتیم صحبت میکردیم یادم داشت میومد، این هم اینه که آدمایی که معتبرند و در جایگاهی قرار گرفتن که بقیه به واسطه این اعتبار ازشون پیروی میکنن، آدمای ساده این پیچیدگی ندارن، هیچ چیز پنهانی هم ندارن. نه دیگه، چون از اول کار گفتم دیگه، داشتیم صحبتش میکنیم گفتیم آقا جان پیچیده نمیتونه باشه، اون حرفی که میزنی با اون چیزی که درونه باید یکی باشه. اون حاشیه تمام اون این سوراخ ها و چاله چوله های پنهانی که اون وسطه، اینا همش خود به خود حذف میشه. تو باید خیلی خالص باشی، باید خیلی خودت باشی، باید باید خودت باشی و دقیقا این پیچیدگی ها حذف میشه خود به خود. میدونی دوباره اینجوری این فرهنگ ساخته میشه که مشکلات به وجود میاد، اون کسی که توی این موقعیت قرار گرفته راهکارهای خوب میده، راه حلای خوب پیشنهاد میده، کمک میکنه که آدما بتونن از این مشکل عبور بکنن، و وقتی تو این کارو هی تکرار میکنی این تبدیل به یک فرهنگ و یک باور میشه و تو رو میره جایی قرار میده که میشی رهبر و لیدر. یعنی در مواقعی که آدما به یک بنبست خوردن، همیشه تو هستی که به واسطه دانشت، به واسطه نگرشت، به واسطه تفکری که تو اون کار داشتی، میای یه راهکاری میذاری روی میز، یه پیشنهادی میدی که آدما ازش عبور میکنن، و اینه که کم کم تبدیل به یک فرهنگ میشه و آدما تو رو میشناسن به عنوان اینکه این واقعا جایگاه رهبری داره و میتونه گروه ما رو ببره به جای بهتری برسونه. 100% موافقم هستم، 100%. دقیقا مسیر همینه. مسیر قشنگیه. مسیر خیلی قشنگیه. و تمام این چیزایی که داریم در موردش صحبت میکنیم که خیلی قشنگه، بعد تو ببین چه تأثیری داره. یعنی ما همه این حرفایی که زدیم از اول تا این که غیر از اینکه توی زندگی خودت جایگاه والاتری پیدا میکنی، کسب و کار خودت رشد میکنه، آدمای دور و برت هم رشد میکنن همراه با تو، همش یه فرمول ساده داشت. یه فرمول خیلی ساده است، ولی همیشه این فرمول خیلی ساده فراموش میشه و همه میرن توی پیچیدگی این که کسی که بخواد اعتبار داشته باشه باید حساب بانکی آنچنان داشته باشه، باید درس آنچنان خونده باشه، باید خیلی پیچیدش میکنن. اعتبار هیچ ربطی به حجم پولی که دارین نیست، نداره. حرمت هیچ. کلام وفای به عهد، همین شد. حرفی که میزنی و کاری که میکنی همسو با هم باشه. lead by example به انگلیسی میگن، دقیقا به همین سادگی. و دیسیپلین زیاد، برای اینکه این چیز، این دوتا چیز به این راحتی به دست نمیاد. یعنی دائم آدم خودش رو اون اوایل باید یادآوری بهش به خودش بکنه و بعد طبیعی میشه. در مورد موضوع خیلی مهم دیگه که صحبت کردیم، جبران و در حداقل زمان ممکن، یعنی نذاریم این کهنه بشه. در آره همین مسئله اینه که عذرخواهی و جبران چیزی نیست که شما بگین که آقا جان حالا 10 سال دیگه میرم، آقا ببخشید من 10 سال پیش خیلی حالتو بد کردم، تو 10 سال این کینه رو با خودت کشوندی، الان میخوام جبران کنم. اون جواب نمیده دقیقا. و سخت‌ترین چیز عذرخواهیه. معمولا شما وقتی که یه عذرخواهی خیلی خالصانه انجام بدین، برای شما خودتون خیلی سخته، برای فکر نکنم برای کسی آسون باشه عذرخواهی، ولی تأثیرش خیلی خیلی بیشتره و فکر کنم هر چقدر براتون سخت‌تر باشه شاید تأثیرش مثبت‌تر و بیشتر باشه. بعد اون جبرانه میتونه توافقی باشه. واقعا شاید شما یه مسئله مالی پیش اومده باشه، نتونین اون جبران مالی رو انجام بدین، ولی میتونین به توافق برسین که یه جور دیگه جبران بشه و طرف بپذیره. میتونیم یه مثال عملیاتی هم براش داشته باشیم. و من میخوام یه پیشنهاد بدم برای تمام کسایی که کسب و کاری دارن تو هر ابعادی، کوچیک بزرگ. اگر یه وقت شما نتونستین به اون عهد و پیمانتون متعهد بمونید، مثلا قرار بوده که یک کاری رو برای کسی انجام بدین و نتونستین انجام بدین، شما هم که یه معذرت خواهی بکنی، یه گلی بفرستین، بگین من میدونم که اشتباه کردم، آگاهم و الان میخوام جبرانش بکنم، شما فعلا این مثلا خدمت جایگزین رو داشته باشین، شما فعلا این کالای جایگزین رو داشته باشین و من اینو آگاهم بهش براتون بهتر انجام خواهم داد، شما دوست بهتری خواهید داشت،
مشتری وفادارتری خواهید داشت و آدما میرن اینا با خوشحالی برای بقیه تعریف میکنن. یعنی یه اتفاق بد تبدیل میشه به یه اتفاق خیلی مثبت، اتفاق مثبت و اعتبار ساز. جالبه نه؟ یعنی چیزی که میتونه اعتبار شما رو از بین ببره، در این حال میتونه یه فرصت باشه برای اینکه اعتبار شما رو بیشتر و بیشتر هم بکنه و این خیلی قشنگه. خیلی دقیقا. چون همه ما اشتباه میکنیم، مگه امکان داره که اشتباه نکنیم؟ بعضی وقتا کنترلمون خارجه. نه اصلا دقیقاً مسئله اصلا بعض وقتا اشتباه هم نمیکنیم، بعض وقتا یه اتفاقایی میفته تو زندگی که یه سری افرادی که نمیخوایم، حالا مثلا تو فرض کاری نمیخوایم به یه نفر لطمه بزنیم، ولی یه اتفاقایی برای خودمون میفته توی زندگی کاریمون که یه دفعه به یه سری تعهداتی که به یه سری افراد داشتیم نمیتونیم دیگه جوابگو اون تعهدات باشیم. خب این خارج از خواسته خودمونه، ولی پیش میاد و توی محیط کار زیاد پیش میاد. پنهان نباید کرد اون موقع، باید خیلی دقیقاً، باز باید خیلی خالص بود، باید توضیح داد، باید واقعیت‌ها رو گفت، توی عذرخواهی باید توضیح داد. خیلی ها هستن که حاضرن بشنون، ما خیلی اوقات می‌خوایم یه جوری خودمون رو دقیقاً، باز ظاهر، فرق ظاهر با اعتبار. اون کسی که معتبره نمی‌ترسه واقعیت رو عنوان بکنه. اون کسی که تو ظاهره میخواد بگه نه من خیلی مثلا بیزنسمن خوبی هستم، من هیچ وقت هیچ اتفاقی نمی‌افته برام، وضع مالیم توپه، میاد سعی میکنه پنهان بکنه. ولی اون کسی که واقعا معتبر باشه نمیترسه بگه آقا جان به ایکس دلیل، این دلیل، این دلیل، این دلیل به این مشکل خوردم، نتونستم، واقعا عذرخواهی میکنم ولی جبران خواهم کرد. واقعیت خیلی اوقات بهترین چیزه برای عذرخواهی، بهترین ابزار عذرخواهی. بسیار عالی. ما در مورد یک صفت والا صحبت کردیم امروز، یه چیزی که میتونه تو زندگی هممون تاثیر بسیار بسیار بزرگی داشته باشه و قشنگیش این بودش که فرمول خیلی ساده ای داشت. رایگانه، اعتبار یه چیز رایگانه، برین دنبالش، مجانی کم چیز بهتون میدن. و جالبتر این که اگر که نتونستیم انجامش بدیم، این خودش فرصته برای این که اعتبارمون بیشتر هم بشه. یعنی اینجوری هم میتونیم بهش نگاه بکنیم. و چقدر خوب که با تو صحبت کردیم. مرسی واقعا، مرسی. سالهای سال مورد احترامی چه بین دوستات، هر کسی که میشناستت، همه به نیکی ازت یاد میکنن و این اعتباره در طی سالیان سال ساخته شده. تو محیط کار همیشه یکی از خوشنام‌ترین آدما بودی، توی کار بسیار تاثیرگذار بودی، آدمایی که باهات کار کردن تو رو به عنوان یک رهبر ازت یاد میکنن و باعث رشد بقیه شدی. بازم میگم چه تو محیط کار چه تو محیط دوستانه، یعنی همینجایی که الان نشستیم با هم داریم گفتگو میکنیم، من قبلا هم که اومدم همش برام شده خاطره خوب و چیزی که وقتی بهش نگاه میکنم اینه که حالمو بهتر کرده و یه چیزایی هم یاد گرفتم. برام خیلی قشنگه. منم همینطور، همیشه کنار تو خیلی چیزا یاد میگیرم واقعا. همیشه حالم خوب میشه. باشه، ولی من خیلی 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 برام ارزنده بوده. دلمو برات تنگ شده بود. گفتم که بهانه‌ای باشه که هم ازت یاد بگیریم، هم یه خوش آمد گفته باشیم بهت، برگشتنت به ایرانو و همینطوری ادامه بده. همین قشنگی. مرسی واقعا، مرسی، مرسی از همتون. من که دیگه صحبتی ندارم، باز اگه صحبت پایانی داری که بقیه خوشحال میشن بشنون. نه منم حرف خاصی دیگه ندارم. بسیار مرسی. مرسی که وقت دادی. مرسی از شما. مرسی از شما. مرسی. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگه ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.